تمام وضع آب بدنش به هم میخوره، دهنش مثلا خوش میشه. اینی که یک مرضی هست، یک مرض میبینین که فیزیکیه ولی در حقیقت به علت احساساتش بوده، به علت ایموشنال بوده و به علت ترسایی داشته که داشته. این پروداکت ها غیر از این که تماما گیاهی هست، به هیچ وجه مواد پرزرواتیو و دیگر چیزا درش به کار نرفته و کاملا طبیعی و همه ارگانیک هست. همونطوری که میبینین از بیماری ها کلن ما دارو داریم براش، از آسپ شروع میشه، نمیدونم برای آرتروز، برای تمیز کردن بدن، دوات تمیز کردن تمام ارگان های بدن، گرفته از کلیه، ریه و کبد و دیگر چیزها، تماما خوب کار میکنه و بسیار افکتیو هست. همینطوری که تا به حال سال هاست که همه دارن از اون استفاده میکنن. عزیز، امیدوارم که حال همه شما خوب باشه. من فکر کنم قبل از اینکه صحبتی بکنیم خطوط رو باز کنیم. دوستان منتظرم. بفرمایید. خواهش می‌کنم. خسته نباشید آقای دکتر. متشکرم، مرسی. بفرمایید. خسته آقای دکتر، می‌خواستم بدونم خوردن براکلی استیم شده آیا فشار خون رو برای کسی که فشار خونش همیشه 14 روی 8 یا 13 روی 8 ضرر داره یا نه؟ و چه چیزی باید بخوره که اون فشار خون رو تنظیمش کنه؟ و سوال دومم اینه که خوردن تخم کدوی بی‌نمک آیا چربی خون رو بالا میبره خوردن یک کاسه تخم کدوی بی‌نمک هر روز؟ مرسی. چشم، متشکرم. خب در مورد براکولی، نه، سبزیجات به طور کلی بسیار عالیه برای اینکه اینا هر کدوم، مخصوصا خانواده کلمپیچ، خیلی کمک میکنه حتی برای پایین آوردن فشار خون. بنابراین به هیچ وجه فشار خون رو بالا نمیبره. حالا ممکنه بعضی بهش حساسیت داشته باشن، خب ناراحتشون کنه، اون مسئله دیگه است. در مورد تخم کدو اگر خام باشه به طور کلی چربی خون رو پایین میاره و کلسترول پایین میاره. حالا اگه بوداده باشه، به اصطلاح رست شده باشه، بله بالا میبره، و نمک هم زده باشه دیگه بدتر. ولی تخم کدوی خام و حتی بادوم خام، تمام اون دونه ها و نات های خام به طور کلی میتونن کمک کنن که فشار خون و کلسترول خون رو پایین بیارن. بفرمایید. خوش بکنم. سلام دکتر، حالتون خوبه؟ سلام، متشکرم، مرسی. بفرمایید. دکتر، دفعه پیش شما فرمودین که در مورد آفت دهن، به اصطلاح من میخواستم اسپل کورکتشو بگیرم، شما فرمودین بورکس؟ نه 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 نه، من چیزی نگفتم. پودارکو، پودارکو هست، پی ای یو دی آپوستروفی ای آر سی او، پودارکو. بله. بعد این چاییه یا هومیوپده؟ نه خیر، این چاییه. این چایی هم، چایی هم، این تینکچر هم میتونین پودرشو بگیری، هم میتونین کپسولشو بگیری، همه چیش هست. آها آها، کپسولش هم میشه. بعد دوست این از هلتی استور من میتونم تهیه کنم؟ 100%. بله بله بله. پس ببخشید من یه بار دیگه میخونم، پی ای یو دی apostrophe A-I-C-U A-R-C-O بله. وقت تا چه زمانی این استفاده کنیم تا این آفت از بین بره؟ حالا یه چند ماهی باید بخورین تا آفت از بین بره. مثلا حدود دو ماه خوبه دیگه؟ بله، فکر میکنم بله بله. خیلی ممنون دکتر. دوست یه سوال دیگه از حضورتون داشتم، در مورد اگه کسی استرسش یه دفعه بالا میره، خیلی عصبانی میشه، این لونده رو، به اصطلاح روغن لونده رو همون موقع استفاده بکنه، اثری داره؟ اثر خوبی داره؟ اگه چیز دیگه ای هستش لطف کنیم به من بگین. بسیار خوب، متشکرم، خدا نگهدار. بله. خب لوندر، بله، برای ریلکس کردن لوندر خیلی خوبه، ولی کسی که زیادی عصبانی میشه معمولا کبدش اشکال داره. کبد وقتی خوب کار نمیکنه، شخص عصبی میشه، نمیتونه تصمیم بگیره، نمیتونه کارا رو انجام بده، همه کارا رو به عقب میندازه و این اشکال کبد هست. و بنابراین بهتر است که کبد رو اگه تمیز بکنین و عصبانیت و اینها هم از بین میره. لوندر خوبه، نمیدونم چای گل گاب زبون خوبه، سنبلتی بسیار عالیه،
5HTP خیلی خوبه. اینا همه چیزایی هستن که بسیار عالیه در مورد اینکه ریلکس بکنه شخص رو. بفرمایید خواهش می‌کنم. سلام عرض می‌کنم آقای دکتر، شب دالی بخیر. مرسی. من یک سوال ازتون دارم. قبلا هم با شما تلفنی صحبت کردم در مطب. من واقعا از میگرن رنج میبرم و اون دارویی که شما داده بودیم به هم R16 بله. و اونو مصرف کردم، شیشم هم تموم شد و الان من مدت 48 ساعته که سردرد واقعا ولم نمی کنه و این داروهایی هم که شیمیایی که دارم اینا خیلی ساید افکتای بدی رو من میذاره. اصلا انرژی مزبه میره، کار روزمرم رو نمیتونم بکنم و هیچ شما داروی مسکنی غیر از این دارویی که شما به من دادین میشه به من بدین که من از این درد یه مقداری نجات پیدا بکنم؟ شما از کجا تلفن میکنین؟ من از آمریکا، بوستون آمریکا. از بوستون. شما کاری که میتونین بکنین یه دونه زنگ بزنین به آفیس من یه اپوینتمنت تلفنی بگیرین که من بتونم با شما بیشتر صحبت بکنم و بتونم ببینم که واقعا اشکالتون چیه، اشکال رو پیدا بکنم و داروی درستایی به شما بدم. دارویی که مثلا فرض میکنیم برای اینکه درد فقط از بین ببره و اینا به درد شما نمیخوره، این هیچ فرقی نمیکنه. شما دارویی دادین برای میدونم برای میگرن بهتون دارو دادم ولی میگین که کار نکرده، بنابراین من میتونم یه دارو برای شما دادم، یه مقداری از اون مسائلی که شما من گفتین در نظر گرفتم براتون یه دونه دارو دادم، ولی خیلی چیزا هست که باید در نظر گرفته بشه که بتونه واقعا بتونه، یعنی بله بتونه خوب بشه. بله خواستم چی دیگه، خودم تموم شد. خیلی خوب، واسه کدوم از اینا کار نکرده شما احتیاج حتما کاملا بررسی ما بکنیم ببینیم که واقعا اشکالتون چیه. مرسی. بله خواهش میکنم. مرسی. کجا میآورید؟ بفرمایید رو خط هستید. الو. سلام آقای دکتر، خسته نباشید. سلام، متشکرم. مرسی، بفرمایید. آره، من یه سوال از حضورتون داشتم. برای حافظه کوتاه مدت من اسما رو اینا یادم میره. خب بعد بکنم 55 سال دارم. بعد چش. مرسی از تلویزیون گوش کنید. مرسی. الان بیاد این من این قرص تویا که فرمودی TOYON بودش، اسپلین من هرچی پیدا نکردم. نخیر اون بود تویا TUJA. T-U-J-A؟ بله. مرسی. T-U-J. خب برای حافظه میدونی خب یه مقداری گیاهای مختلف ما داریم، یکیش همین کندر هست. کندر خیلی خوبه برای حافظه و یه گیاه مال طب آیورویدیک هم هست که اونم خیلی خوبه، اسمش برهمیه. برهمی و کندر، این دوتا میشه گفت واقعا دوتا گیاه خیلی خوبی هستن که برای حافظه خیلی خوب کار میکنن. بفهمید رو خط هستید. ببخشید قربان مزاحمتتون شدم. بفرمایید. خواهش می‌کنم. آریزونا زنگ می‌زنم. بله می‌فرمایید. بعد خدمتتون عرض کنم که من یه مشکلی دارم. چشم سمت چپم حدوداً 2 سال پیش شروع کرد خود به خود خون افتادن. بعد رفتم دکتر متخصص و این بالاخره مداواش کردم. بعد یه سال دیگه دو مرتبه همین مسئله برام پیش اومد. بعد از اون دو مرتبه رفتم به دکتر، بازم خوب شد، بعد 6 ماه برگشت. الان جدیداً آقا دکتر هر یه ماهی یه بار برمیگرده، اصلا من کلافه کرده، خودکشم درد نمیکنه، فقط تو نور نمیتونم نگاه کنم چشم سمت چپم، بعد پر لخته خون میشه. میخواستم یه راهنمایی بفرمایید ببینم من چیکار بکنم. تمام متخصصانم رفتن هیچ نتیجه نگرفتم. بسیار خوب، چشم، خواهش میکنم. مرسی. بله خب شما دو تا مسئله هست، یکی یعنی دو تا میتونین استفاده از دو تا دارو بکنین که این از بین ببرید. یکی اولا بیشتر علتش کبدی هست، حتما شما یه لیووتاکس بگیرین و بخورین. دوم یه داروی هومیوپات هست که این رو برای همیشه امیدوارم از بین ببره، اسمش هست لدوم 6C. لدوم 6C بگیرین از اونجا و یا اگه پیدا نکردین با آفیس من زنگ بزنین بگیرین. سه تا قرص زیر زبان 3 بار در روز و من فکر کنم برای همیشه خوب میشین دیگه، این بر نمیگرده. بفهمی رو خط هستید. سلام آقای دکتر. سلام بر شما جانم، بفرمایید. میخواستم ببینم راجع به بیماری مینیر دیزیز شما چیزی دارید؟ مینیر دیزیز، چشم، مرسی. بله میدونین که مینیر دیزیز به طور کلی بیشتر اون کسانی میگیرن که آسپرین زیاد مصرف میکنن، سرگیجه شدید، گیدینس، دو همه چی دور سرشون میچرخه
و البته این ممکنه به علت گوش هم باشه که خب باید حتما بررسی بکنیم. ولی یه داروی هومیوپاتی من دارم که برای این منیر خیلی خوب کار میکنه و میکسچر داروی هومیوپاتی هست. اینو به آفیس من زنگ بزنین و بگیرینش. میتونین زنگ بزنین براتون میفرستم. بقیه شما رو بگیرم. بسیار خوب. بله بفرمایید، خواهش میکنم. سلام آقای دکتر، خسته نباشید. سلام بر شما، مرسی. میبخشید، من میخواستم بدونم این هند سانیتایزر که توی بیمارستان ها هست، بله، اینو اگر مصرف بکنیم، مثلا چون من در ان آی سی یو کار میکنم، روزی 7 ساعت باید مصرف کنم تا به اصطلاح مچ دست باید همیشه بزنیم، میخواستم بدونم این ضرری به اصطلاح به من میرسونه یا نه. خیلی متشکرم. متشکرم، مرسی. بله، این هند سانیتایزر ها به طور کلی میتونین که یه مقداری مواد شیمیایی داره توش و متاسفانه اینا هم حتما دقت بکنید که زیاد استفاده کردن از این. شما همینطور براتون گفتم وقتی میزنیم به پوست داخل بدن جذب میشه، یه مقداری از اون جذب میشه. یعنی فکر نکنید هر چی به پوست میزنید جذب نمیشه. بنابراین وقتی به پوست میزنی یه مقدار از اون جذب میشه. اینو باید متوجه باشین. و حتی شده که بعضی از بچه‌ها اینو زدن دستشون، خب بچه‌ها میرن دوست دارن اینا بازی کنن بزنن به دستشون، بعدن دستشون رو گشتن دهنشون و اینا شدیداً مسموم شدن. اینو باید دقت بکنین که مواظب بچه‌ها هم باشین. وقتی مثلا دیگه مد شده نمیدونم چرا همش سانیتایزر میزنن دستشون، اصلا به دردی هم نمیخوره. البته خب میکروب از بین میبره مسلمه، ولی اینو باید مواظب باشین که بیشتر از چند دفعه دستو نزنین. بله براتون بده اگه خفش 10 دفعه مرتب اینو به دستتون بزنین، این حداقل دستکش دستتون بکنین. و خیلی هم ساده است اگه دستتون شما به دهنتون نزنین و اینها، اگر به فرض هم میکروب تو دست شما باشه چه مسئله‌ای داره؟ بفرمایید رو خط هست. الو بفرمایید. الو سلام، ببخشید من چند تا سوال داشتم. می‌خواستم مادرم خیلی احساس سرگیجه و ضعف و اینا میکنه. بله. بیماری فشار خون داره. یه 5 سالی هست یائسه شده. میخواستیم بدونیم همین برای چی، مثلا علتش چیه؟ علت این که بدنش ضعف داره، همش خوابالو هست، علتش چی هست؟ بعد یه سوال دیگه که یه نفر بوده توی پاش حالت کورکه، یا دکتر گفته، بعضی دکتر گفته سیسته که بهش انتیبایوتیک دادن خورده اما هنوز بهتر نشده، همینجوری آب و خون میاد بهتر نشده. میخواد ببینه چه کار باید بکنه که این بهتر بشه. به وسط پاش سده، پشتش سده. بعد سوال بعدی که دارم، میخواستم ببینم هایدروژن پروکسایدی که 35% اگه بخوام 3% بکنیم چجوری باید مخلوطش کنیم که 3% بشه؟ چشم، مرسی. خیلی مرسی. خب اونایی که خوابالود هستند و خسته و اینها، این به علت کبد هست، به علت ضعف کبدی هست. و اولین کاری که میکنین حتما یه دارو برای تمیز کردن کبد، همون لیووتاکس رو میتونن استفاده بکنن. این کبدشون تمیز بشه، اون حالت خوابالودی که خستگی هم از بین میره. و ضمناً خب احتمال داره به علت یه مقدار به هم خوردن هورمون ها باشه، و بعدش هم به علت ضعف یا کمبود ویتامین ها مواد معدنی. معمولا داروی خوبی که میتونن ایشون برای تقویتشون استفاده بکنن شربت یونجه هست، شربت آلفا آلفا بهش میگن، اونم خیلی خوبه. در مورد کورک که فرمودین، خب این بسیار به قول قدیمی ها و بیس روی طب قدیم ایران میگن خون کثیفه و بعد خون تمیز بشه. بهترین دارو برای ایشون برداکه. برداک یعنی ریشه بابا آدم. ریشه بابا آدم، اسمش ریشه بابا آدم به فارسی، به انگلیسی بارداک میگیم. و اسم علمیش هم از آرکتیوم لپا، برای اون کسانی که در کشورهای دیگه هستن بخوان ببینن. این بسیار چیز خوبیه و میتونی همه جور تینکچرش، قرصش، اینا رو بخورین. برای مدت یک ماه اگه بخورن این کورک و اینها بعد از بین میره و دیگه هم بر نمیگرده. هایدروژن پروکساید 35% وقتی میخوایم بکنینش 3%، 10 برابر توش آب میریزی، یعنی 10 مثلا یک دهم لیوان یا یک کاپ ازش بر میدارین و 10 تا کاپ اضافه می، 9 تا کاپ روش اضافه میکنین، میشه تقریبا 10%. شربت یونجه رو از کجا تهیه؟ شربت یونجه هلت فود استورا دارن، اگه پیدا نکردیم با آفیس من تماس بگیریم براتون میفرستم. اسم انگلیسیش گفتین چی؟ آلفا آلفا. آلفا آلفا آلفا. مرسی، خیلی ممنونه، خواهش میکنم، خدا نگهدار. بفهمید، خواهش میکنم، رو خط هستید.
درود بر شما آقای دکتر. درود بر شما، بفرمایید. من باید بگم اول که قطع و وصل میشه اینجا، تلویزیون اصلا نمیتونیم بفهمیم، ممکنه که شما جواب منو با تلفن. حتما حتما. اولین سوالم اینه که آقای دکتر، یکی از دوستای من سوال کرده که چجوری خانوما چون که زود اینفکشن میگیرن، بلادن اینفکشن، چجوری بهداشتشون رو رعایت کنن؟ چون خونده بود که صابون نباید مصرف کنن چون باکتریا رو خوبم میکشه، چجوری خودشون رو تمیز کنن، با چی که این بهداشت رعایت بشه و نگیرن اینو. بله، اولین سوال من آقای دکتر. دومش اینه که درباره این کافی سبز که میگن لاغر میکنه و خیلی هم دارن تبلیغ میکنن، آیا این درسته؟ آیا ضرر نداره؟ چقدر باید بخورن و از کجا باید بخرن؟ شما دارین یا یه چیزی که دیگه ای که خوب باشه لاغر کنه شما دارین؟ مرسی، بسیار خوب. از تلویزیون گوش کنید. مرسی. از تلویزیون نمیتونم. ببخشید. خیلی خوب. بله، مسئله اول که گفتین که خانم ها با چی خودشونو بشورن که یورین انفکشن نگیرن، نگاه کنین، باید حتما صابون اسیدی به کار ببرن. صابون اسیدی رو داروخانه ها و هلت فود استورا دارن. بفهمید صابون اسیدی میخواین. صابون ها برای اینکه همه قلیاییه. و وقتی که محیط رو قلیایی میکنن بیشتر به اصطلاح فانگس و اینها ایجاد میشه. روی این هسته که صابون اسیدی اگر استفاده بکنین بسیار عالیه، و یا اینکه یه مقداری با دوغ هم میتونین خودتون رو بشورین که به اصطلاح رحم رو حتی تمیز میکنه، که اسید فلس میده که اون رحم به اصطلاح به صورت اون میکروبای مفیدش از بین نره. صابون اسیدی اسمش چیه؟ صابون اسیدی فقط اسمش صابون اسیدیه، هیچی. صابونی هست که پیچش اسیدیه. میتونید از هلت فود استورا بگیرین. بله. در مورد مسئله دوم که گرین کافی بین، بله گرین کافی بین یه مقداری اثر داره، و اینو براتون بگم که هیچ کدوم از این دایت ها، اگه به هیچ کدوم از این قرص ها به طور کلی کار نمیکنه مگر اینکه همراه با دایت باشه. و اینم که یه مدتی معروف شده و نمیدونم دکتر آز تو تلویزیون گفته و اینا همش بی خوده، و دلیل اینکه البته خب یه مقداری کار میکنه، برای اینکه اگر که با دایت همراه بکنیم، بله، چون کافی، همین گرین کافی بینز به اصطلاح توش کافی داره، یعنی کافئین داره، و بنابراین کمک میکنه که یه مقدار اشتها رو از بین ببره. منم دارم، بله، قرصش هم ما داریم، ولی همراه باید باشه حتما با دایت خوب که لاغر بتونیم بشیم. آقای دکتر شما کلسیومتون رو ما تموم شده چیکار کنیم؟ بله، کلسیوم تا فکر میکنم کلسیوم ما هم تا هفته آینده حتما در دستمون باشه. خیلی ممنون. سفارش بده. خواهش از لطفتون. پس اگر که یکی دو تا لیوان یا اون قرصی که شما دارین بگیرم بخورم با دایت خوبه آقای دکتر؟ ضرری که نداره؟ نه نه نه، به هیچ وجه، به هیچ وجه ضرر نداره، به هیچ وجه. پس میتونن بخرن بخورن؟ بله بله، مسلم مسلم. خیلی ممنون. خدا نگهدار شما. بفرمایید، رو خط هستید. با درود به شما آقای دکتر، دو تا سوال داشتم خدمت. خواهش می‌کنم بفرمایید. خیلی بپرسم. سوال اولم که پدرم انگشت وسطشون و سومین انگشت سر دست راستشون حدود 7-8 ماه پیش شروع صبح که خواب بیدار می‌شد احساس می‌کرد که بی‌حسه، ولی الان سه تا انگشت دست راستش تقریبا صبح که خواب بلند میشه احساس میکنه بیسته و تا آخر شب هم ادامه داره. این یکی. دومیم که یکی از دوستانم مدت 4-5 سال سرفه میکنه، سیگار هم البته میکشه، میگم ترک کنه ولی ترک نمیکنه. دو سال پیش هم برونشیت شدید گرفته ولی سرفهش دائمه، یعنی هر 5 دقیقه 3-4 دقیقه یه سرفه داره. خیلی ممنونم، محبتتون گوش میکنم از تلویزیون. متشکرم، مرسی. بله، خب وقتی انگشتا بی‌حس میشه این نشون میده که ممکنه دمیجی به اون نرو اونجا زده شده، و یا اینکه گردش خون به طور کلی در اون منطقه خوب نیست. این حالت نامنس به دست میده. اینو حتما میتونین با نورولوژیست تماس بگیرید و براتون بگی که واقعا اگر که احتمالاً نرو دمیج دیده. خب در مورد سرفه، این سیگاری ها مسلما همشون بالاخره به سرفه میفتن. این سیگار خب این مسئله رو پیش میاره که خب ریه رو اذیت میکنه، ریه رو استیمولیت میکنه و خب حالا کار دیگه که میکنه بمونه. بنابراین برای اینکه خب حالا سرفه فعلا ترک بشه، نشاسته گندم خیلی خوبه اگه بپزن و بخورن نشاسته گندم رو. داروهای دیگری هست، داروهای گیاهی دیگری، یکی از بهترین داروها که معمولا استفاده میکنن
شربت بنفشه است که میتونید از مغازه افغانی بگیرین، برای سرفه واقعا خیلی خوبه شربت بنفشه. این از این آب نبات های لیکورش هم خیلی خوبه که سرفه رو میتونه قطع کنه، تمیز بکنه. و دیگه دوروسرا، یه قرص هومیوپاتی هست به نام دوروسرا که اون هم میتونیم بگیریم. دوروسرای تریسی میتونیم بگیریم و سه تا قرصی رو زبان سه بار در روز استفاده کنیم، اونم سرفه رو از بین میبره، سرفه خشک هم چیزی رو. بفهمی رو خط هستید؟ بله. سلام آقای دکتر. سلام بر شما. مرسی، سلامت باشین، انشاءالله که شما هم خوب باشین. بله ممنون. آقای دکتر جانم، میخواستم اولا بگم که شما کی تشریف میارین آمریکا؟ آمریکا والا بعدا خودشون بعد اعلام بکنن، نمیدونم، دارن برنامه ترتیب میدن. فکر میکنم الان که جولای، آگست، اواخر آگست، اوایل سپتامبر فکر کنم باشه. اواخر آگست. بله بله فکر میکنم. حتما آگهی میکنن در کالیفرنیا و در همه جا. الان اون داروخانه که شما الان داروخانه وست اند وست ساید. بله داروخانه وست ساید الان داروهای من رو همه رو داره پخش میکنه و ایشون هم دارن ترتیب میدن برای یک چند روز ویزیت اونجا و یه سمینار. اوکی. یعنی من همیشه بیشتر داروها رو سعی کردم از ایشون اگر داشته باشن، اگر نه که اینا خودشون اورده میدن، من همیشه از بفرستم. آره اونا میگیرن. بله راحت تره. اینکه من در آریزونا هستم و در لس آنجلس هستم. بله بله بله. آقای دکتر، برای یک فردی که دیابتیک هستش و بیماری قند داره، اصلا دیگه انسولین، یعنی لوزل معده‌اش اصلا انسولین تولید نمیکنه، خدمتتون عرض کنم. بله بله. من دیگه جدیدن به طور کل یه مقدار دستشون دیگه حالت دنسوزن و حالت لمس پیدا کرده، یعنی قدرت دست و انگشت ها یه مقدار چیش بده. ایشون باید چه کار بکنن تا سنشون هم تقریبا روی 50 و نزدیک 60 و اینا، و چه کار باید بکنن؟ اینسولین تزریق میکنه ایشون؟ نه. بله انسولین تزریق. بله بله بسیار خوب، مرسی. بله خیلی پس خودتون اعلام میکنین آقای دکتر؟ حتما بالاخره به من خبر میدن که من چه روزی بعد بیام اونجا، دیگه ما اطلاع میدم به همه. خودم بالاخره میفهمم کی بعد بیام. خودم باید خبر داشته باشم به هر صورت. آره دو هفته قبل داشته باشیم که بتونیم برسونیم خودمون. بله حتما. شما اصلا وقت میپذیرین اونجا؟ من فکر میکنم که بله یکی دو روزی، شاید یک روز یا دو روز بتونم چند تا مریض ببینم در اونجا. حتما اون را اپوینتمنت میگیرن. همین دارو خواهد. و همونجا نزدیک وستسایت هستین از سر هتل و اینا یا اینکه؟ بله هتل هم فکر کنم همون نزدیک همون وستسایت. بله حتما. خیلی ممنون. خواهش میکنم، خواهش میکنم. قربونتون برم. خدا نگهدارتون باشه. بله. خب بله کسانی که خب دیابتیک دارن، خب این دستا که لمس شده البته یه مقداری، یکی از داروهایی که کمک میکنه برای این ناراحتی دست و نرو و این حرفا، مثلا در مورد اشخاص دیابتیک، خود یونجه هست که شما یونجه رو میتونید به صورت پلاستر درست بکنید، یعنی یونجه رو بکوبین با آب قاطی بکنید و روی دست بذارین بمونه، ببندین روی دست، مثلا یه دو ساعتی بذارین بمونه. یه چیز دیگه هم که باز کمک میکنه کلمپیچه، یعنی کلمپیچه اون برگ‌های آخرش، برگ‌های بزرگش رو یه ذره بپزین و به حالتی که هنوز گرمه بیاین روی این دست بذارین بمونه. این هم میتونه کمک کننده باشه برای این مواردی که اینجوری هست. بفرمایید. خواهش میکنم. الو سلام، خسته نباشید. سلام، متشکرم، مرسی، بفرمایید. من یه سوالی داشتم. خواهش میکنم. مامان من یه دو سه سالی از قرصای کلسیم شما استفاده کرد، خیلی خوب و راضی بود. اول به صورت کپسولی بود، بعدا من تقریبا یک ماه پیش که تمام شده بود قرص جدید رو که گرفتیم، این به صورت قرصه. بله بله. و الان وقتی رفت ایران، رفته ایران یعنی، بعدا زنگ زد گفت من ادرارم کم شده، رفته دکتر آزمایش داده، بعدا هم گفتن که کلسیومش زیاده، یعنی نمیدونم، آزمایش که دادن گفتن کلسیوم زیاده نباید، یعنی کلسیوم نخور. بعد اما اینجا که آزمایش میرفتیم اصلا همچی حرف نمیزدن. بعدم مامان من آرتروز داره، یعنی ما با
دکتر فامیلی دکتر اینجا هم که صحبت کردیم گفت که نه این باید کلسیوم بخوره چون اصلا این آرتروز داره، امکان نداره کلسیوم زیاد باشه. می‌خواستم ببینم آیا این مثلا امکانش هست به خاطر اینکه قرص عوض شده، چون قبلا کپسولی بود حالا اینجوری شده. آیا نه این چشم براتون توضیح میدم. نه نه به هیچ وجه. مرسی، متشکرم، براتون توضیح میدم. سوال بسیار خوبیه، بله خیلی متشکرم. همونطوری که میدونین کلسیوم استیوفیکس برای مدت 4-5 سال ما داشتیم و اشکالی هم نداشتیم و دیگه دولت هم با ما کاری نداشت. یک ماده ما داریم در این استیوفیکس به نام ایپریفلاوون. ایپریفلاوون در همه دنیا آزاده و استفاده میکنن در کپسولاشون، در قرصاشون. ولی در کانادا چند ماه پیش به ما گفتن که این ماده رو نباید شما در قرصاتون استفاده بکنید و بنابراین بد برش داریم. ما هم اجباراً مجبور شدیم که ایپریفلاوون رو از این قرص ها به اصطلاح دیگه نریزیم توی این قرص ها. که میبینید ایپریفلاوون واسه هم واقعاً برای جذب کلسیوم بسیار لازمه. و بعدش این کپسول ها رو ما به صورت قرص، کارخونه ای که برای ما اینا رو درست میکرد، من فرمول که بهش دادم گفت به صورت قرص براتون درست میکنیم خیلی بهتره و بنابراین در اون زمان به صورت قرص درست کردم و هیچ فرقی هم با اون کپسولش نداره به هیچ وجه. و روی این است که این تغییر پیدا کرد. مسئله دوم که شما فرمودین گفتن کلسیومش بالاست، این مسئله رو باید به دقت بکنین که واقعا کلسیوم بدن انسان، یعنی نمیتونیم با بگیم کلسیوم بدن بالاست و این به هیچ وجه، به دلیل اینکه هم بدن ما همیشه یه حالتی داره که خودش رو همیشه میخواد همه اون چیزهایی رو که در بدن ما باید وجود داشته باشه به نسبت نگرش میداره. ما یه قده داریم به نام کنار قده تیروید به نام پاراتیروید. این پاراتیروید کارش این هست که مقدار کلسیوم را در بدن کاملا به صورت اندازه نگه داره و هیچ وقت تغییر نمیکنه. یعنی اگه پاراتیروید کارش رو خوب انجام بده. چرا؟ به دلیل اینکه کلسیوم یک ماده حیاتی برای بدن هست. قلب کلسیوم احتیاج داره، استخونها کلسیوم میخوان. کلسیوم به عنوان یک بافر در بدن ما کار میکنه، یعنی به محض اینکه بدن ما بخواد زیاد اسیدی بشه، خون ما بخواد اسیدی بشه، فوراً کلسیوم وارد میشه و این خون ما رو قلیایی میکنه. یعنی میرسونه همیشه بعد pHش 7.35 باشه، pH خون. اگه بخواد بالا پایین بره ما اصلا میمیریم. یعنی که کلسیوم همیشه این کاره. و چرا؟ بنابراین کلسیوم بدن همیشه کلسیومش رو در داخل خون به اندازه نگه میداره. بنابراین اگر که مثلا حالا بیایم کلسیوم رو بخوان اندازه بگیرن و کلسیوم در داخل خون شخصی بالا باشه، اصلا نباید بگن کلسیم تو بالاست، باید بهش بگن که قده پاراتیروید شما کار نمیکنه، یه اشکالی دارین، برای این کلسیم که بالا نمیره که. چون چرا ما اصلا استروپوروسیس میگیریم؟ به دلیل اینکه کلسیم باز همیشه ثابت بمونه، به دلیل اینکه وقتی کلسیم یه ذره بیاد پایین، اگر ما کلسیم خورده باشیم بدن ما کلسیم داشته باشه که اوکی، ولی اگر بدن ما کلسیم به اندازه کافی نداشته باشه، خب خیلی ساده از استخون میدوزه و میده به قلب، میده به جاهای دیگه که میده به عنوان بافر استفاده میکنه که pH رو نگه داره، برای اینکه این حیاتی تره. برای این هسته که ما استروپوروسیس میگیریم، از استخون میدوزه. بنابراین هیچ وقت ما اگر استروپوروسیس نمیگرفتیم هیچکی نمیگرفت. بنابراین مقدار کلسیم همیشه ثابته، مگر اینکه اشکالی در بدن به وجود بیاد، یعنی هم قده پاراتیروید کار نکنه. بنابراین چیزی که گفتن که کلسیوم شما بالاست خیلی حرف بیخودی است و بنابراین ایشون، بله همونطوری که دکتری که در اینجا بودن بهشون گفتن، باید کلسیوم بخورن، 100% به کلسیوم احتیاج دارن و حالشون هم که اینجوری خوبه، باید حتما کلسیومشون استفاده کنن. و کلسیوم جدید ما تا یکی دو هفته دیگه، ما امیدوارم که داشته باشین و دوستان دوباره بتونن بگیرن. بفرمایید، رو خط هستید. الو جانم، بفرمایید. سلام آقای دکتر، من میخواستم از شما سوال کنم که دختر من سورایسیس داره. من میخواستم ببینم چه دارویی برای سورایسیس خوبه شما اگه دارین. چهش مرسی، متشکرم. خب بله، سوریاسیس به طور کلی علتش این هست که من براتون بارها گفتم که ما بیماری پوستی نداریم اصلا و تمام اینها منیفستیشن مواد سمی در بدن ما هستن. یعنی وقتی یه شخص سوریاسیس داره، اگزما داره، نمیدونم بیماری های پوستی داره به قول معروف، این تمام اینها علتش این هست که بدن ما همیشه ترای میکنه که بخواد مواد سمی رو خارج بکنه و چون نمیتونه از راه کلیه و کولون و اینجا خارج بکنه، زنگ زیاد هستن،
میاد و از راه پوست که بزرگترین ارگان بدن هست خارج میکنه و اینو باعثش میذاریم سوریاسیس یا اگزما یا چیزای دیگه. بنابراین تنها کاری که میشه کرد این هست که بدن رو باید تمیز کرد و بدن رو باید تمیز کنیم و به شخص هم نباید اجازه بدی که اون چیزایی رو بخوره که باعث این مسئله، یعنی باعث بیشتر بالا بردن مواد سمی میشه. و خیلی ساده، وقتی که شما مثلا البته لیور رو اول باید تمیز کنین و بعدش کولون و اینها رو، اینا که تمیز میشه بعدش میبینین که سوریاسیس خود به خود از بین میره و به هیچ وقت هم نمیمونه و پوستم صاف و شفاف میشه. برای اینکه یک آدم سالم رو اگه نگاه کنید از راه پوستش میتونین بشناسین که این شخص سالم هست یا نه. پوست باید شفاف، نرم، بدون رینکل و به اصطلاح سیلکی باشه. یعنی وقتی پوست اینجوری باشه نشونه داخل بدن رنگ رخساره نشان میدهد از سر و از داخل بدن انسان. بفرمی رو خط هستید. الو بفرمید. سلام، شب شما بخیر آقای. سلام، خواهش میکنم بفرم. متشکرم. من یه سوال داشتم آقای دکتر. من دو تا انگشت اشارم از طرف بیرون همیشه زخمه، یعنی حتی برای ظرف شستن یا یادگیری همیشه دستکش نخی دستمه و یه دستکش به اصطلاح پلاستیکی هم روشه. دکترم به من یه دونه پوماد داده به نام همین از همش کورتیزونه، بله، فلاسیونه، بله. یه همچین چیزی فلو کروتوف، باز اینم مؤثر نبوده. درسته که من از این کرمای شیمیایی هم هیچ کدوم استفاده نمی کنم، یا با روغن بادوم دستم رو چرد می کنم یا با روغن زیتون. حالا میخواستم از حضورتون خواهش کنم که من چه چیزی رو صلاح میدونین که استفاده کنم که این زخمای چیز بر میدونین یه حالت پوسته و بله بله کاملا صحیح، بله حالت بله. مثلا مثل زخمانند، بعضی موقع خودش ترک میخوره، بعضی موقع خوب. بله بله بله، چشم براتون میگم. چشم، مرسی، سپاسگزارم. اگر که از تلویزیون گوش میکنم کنم مرسی، متشکرم. بله براتون گفتم که انگشت اشاره نماینده کبده و بنابراین وقتی کبد خوب کار نکنه این انگوش هم ناخونش نمیدونم چیز میشه، هم پوستش پوسته پوسته میشه و از این حرف. بنابراین شما کبدتون خوب کار نمیکنه، خیلی ساده. و بنابراین اول باید کبد رو تمیز بکنین و اینا هیچ بسته خارجی نیست که شما پماد بزنین روش بره. حالا فرض بکنین یه پماد هم به شما بدن معجزه بکنه خوب بشین، بعد از دوباره یه ما دیگه همین بساط هست و دوباره برمیگرده. اینه که باید شما بدنتون رو تمیز کنین، اول کبدتون رو باید تمیز کنین. کبد که تمیز بشه این انگشتای اشاره هم خوب میشه. شما باید همیشه از خودتون بپرسین چرا همیشه انگشت اشاره زخم میشه، چرا بقیه انگشتا زخم نمیشه، برای اینکه با بقیه هم که کار میکنی شما. اینی که این دلیل کبد. بفهمید، خواهش میکنم. بله با تشکر، خسته نباشید. خواهش میکنم، مرسی. خواستم بدونم برای اینفکشن مزمن شش شما چه توصیه میکنید و دیگر اینکه خوردن سرکه باعث میشه که انسان فانگس بگیره و دلیل دیگر فانگس گرفتن میخواستم بدونم چی هست. خیلی متشکرم. مرسی، متشکرم. بله برای اینفکشن شش یکی از بهترین داروها هم بمبو اکسترکت، یعنی بمبو اکسترکت واقعا معجزه میکنه برای اینفکشن شش. اینه که میتونیم بمبو اکسترکت رو از آفیس من بگیریم. بمبو اکسترکت از بهترین داروها برای شش و ضمن خب بخور دادن هم بسیار مهمه، مخصوصا اگر دستگاه نبیولایزر بخرید. کسی که چیز داره دستگاه نبیولایزر، دستگاهی هست که متاسفانه من تموم کردم ندارم دیگه، دستگاه نبیولایزر دستگاهی هست که شما مثلا کلویدال سیلور رو از بهترین راهش کلویدال سیلور اونجا میریزین و این تبدیل به میست و تبدیل به بسیار بخار میکنه و شخص میتونه ماسک بزنه و این داخل ریش بشه و ریه رو ضد عفونی کنه. این بسیار عالیه و یعنی مثلا همین سیلور، کلویدال سیلور. اگر که نبیولایزر ندارین البته خب روی کاسه بزنین و اینا بزنین بخور بدین و سرتون رو بکنین اونجا و توی این کاسه و این حوله بندازین رو سرتون که کاملا بتونه بگیرین. ولی بهترینش همین بمبو اکسترکت هست. بمبو اکسترکت رو میتونین استفاده کنین روی سه قرص. سرکه فانگس نمیاره، نخیر. سرکه فانگس داره توش البته، ولی فانگس نمیاره.
هرچی که کسی اگه فانگس نداشته باشه، البته اگه فانگس داشته باشه سرکه بدترش میکنه. و برای اینکه اکثر افراد دارن این فانگس رو متاسفانه این روزها، برای اینکه اگر شما حتی یک بار داروی پریسکریپشن خورده باشید یا داروی شیمیایی یا آنتی بیوتیک خورده باشید، اینا چون برای اینکه میکروب های مفید روده رو از بین میبرن، بنابراین شما به فانگس اینفکشن دچار خواهید شد. اینی که در این مورد البته همونطوری که قبلا براتون گفتم داروهای زیادی هست برای اینکه فانگس رو از بین ببره، که گفتم یکی از گیاهای خیلی مهم برای منظور پودارکو هست و این پودارکو یکی از گیاهایی است که از ساوت آمریکا میاد و در مورد فانگس خیلی خوب کار میکنه. بفرمایید، خواهش میکنم. الو سلام، ببخشید میتونم با آقای دکتر؟ بله خودم هستم، بفرمایید. خوب هستین، مرسی از برنامه خوبتون. من در مورد پسرم سوال داشتم، 14 سالشه الان، یه دو سه سالی هست که کف دستش و کف پاش خیلی عرق میکنه، یعنی با یه چیز کوچیک تحریک میشه، مثلا یه ذره استرس یا هر مثلا خوشحال میشه، غمگین میشه یا هر چیزی، خیلی یعنی شدید، حتی خودکاری مثلا مداد رو دست میگیره که بنویسه ورق خیس میشه و این خیلی اذیتش میکنه. ما میخواستیم ببینیم علتش چیه و چی باید بخوره، چه چیزای گیاهی باید بخوره، چون ما دکترم چند بار بردیمش ولی چیز به خصوصی نگفتن، گفتم بعضی ها همینطوری هم در صدی ما اصلا نداریم تو فامیلمون اینطوری. تایرویدش رو چک کردن تایرویدم و یه درصد شک کردن شاید مسئله تایروید داشته باشه، ولی چک کردم مسئله نبود تایرویدش. بسیار خوب، بله متشکرم، مرسی. از تلویزیون گوش کنید، خیلی ممنون، مرسی. بله البته داروهایی هست که بتونه این، معمولا علتش این هست که مواد سمی تو بدن هست و مواد بدن میخواد اینا رو بریزه بیرون. یکی از داروهایی که شما میتونی امتحان بکنید که اینو بهش بدین و امیدوارم که کار بکنه، مرکوریوس اسمه، هست مرکوریوس سالابلس و این مرکوریوس 200 استفاده کنید، 200 C. داروی هومیوپاتی هست، برای 14 ساله میتونید 3 تا قرص زیر زبون 3 بار در روز استفاده کنید. من فکر کنم بعد از یه هفته خیلی خیلی تاثیر خواهد کرد و اگر که این کار نکنه به من زنگ بزنید که من بتونم بیشتر باهاش صحبت بکنم و یه اپوینتمنت تلفنی بگیریم، من بتونم صحبت کنم و ببینم که علتش چی هست. بفهمی رو خط هستید؟ سلام عرض کردم. سلام بر شما. هفته پیش آقای دکتر سه‌شنبه اومدم خدمتتون، دارو زدیم برای تصفیه کبدم. بله بله. الان ما داروها رو شروع کردم، مصرف خیلی هم شدید عکس العمل نشون داد. یه سینم یه کورک کوچیکی بود، از روزی که دارو رو مصرف میکنم الان شروع کرده به بزرگ شدن، ترکیدم نمیشه، بزرگ میشه، بعد یه مقدارم اذیت دارم میشم. میخواستم ببینم این میترکه یا باید دارو مصرف کنم دوباره بزنم کاری کنم، نمیدونم. خواهش میکنم، چشم، از تلویزیون گوش کنید. بله همونطوری که الان براتون میگفتم، وقتی که شما چیزی میخورید که بخواد مواد سمی رو از بدنتون بیرون بریزه، این مواد سمی مقدارش از راه ارگانهای بدن میاد بیرون، مثل کلیه و کولون و مثلا شش و این چیزها، و یه قسمت دیگه‌ش هم که نمیتونه از اون راه بره بیرون زیاد باشه، میاد از راه پوست میخواد بره. بعد معمولاً هم اون ناحیه پوست را انتخاب میکنه که ضعیف‌ترینه. ولی وقتی شما یه کورکی یا یه بویلی اونجا داری، میاد از اون راه میخواد بیاد بیرون بریزه. بنابراین این یه چیز طبیعیه. من فکر میکنم که اگر صبر بکنید این خودش خوب میشه و اون کورک هم دهن باز میکنه یا سر باز میکنه. اگر که سر باز نکرد تا دو سه روز دیگه، کاری که میتونید بکنید شب یه پیاز رو بپزید، یه پیاز پخته، و این پیاز پخته رو رو قسمت بذارین، رایال با یه چسب یه چیزی ببندینش بذارین بمونه، که این وقتی تا صبح میمونه اون معمولا اون بویل یا اون کورک سر باز میکنه و بقیه اون چیزایی که توشه میاد میرزه بیرون. بفهمی رو خط هستید. سلام آقای دکتر. سلام، تشکر از برنامه‌های مفیدی که در اختیار ما میذارید، ان شاءالله که وجودتون همیشه سالم باشه. من دستای که آب رو تبدیل آب اوزونی به ما میده از خریدم و به هر حال نصبش کردم. یه تا سوال راجع بهش دارم. میفرمایید که
صدا داره، وقتی که آدم شیرو باز میکنه صدا داره. بله بله بله. اون صدا باعث همین میشه که این آب اوزنی میشه. بله، برای اینکه در داخل این نمیدونم کدوم از این اوزونیتر رو شما دارین، در داخل اون یه دونه موتور خیلی کوچولو هست که با فشار آب کار میکنه و وقتی این فشار آب میچرخونه این یه مقدار اکسیژن رو با آب قاطی میکنه و به اصطلاح اوزونیتدش میکنه. و روی این هسته که اون صدا داره و اون صداست که این کارو میکنه. بله، یعنی اون صدا که مال ما. نه، چراغش هم باید روشن بشه. چراغش وقتی روشن میشه اوزونیته. چراغ باید ما با دست روشنش کنیم. آره، باید با دست روشن کنیم. بعد همینطوری بزنیم با دست روشن کنیم و اگر هم روشن نمیشه یه مقدار فشار آبو کم زیاد بکنین تا اینکه روشن بشه. چند دفعه ببریم باز. بعد فرمودید که این آب آقای دکتر بعد با از کاپ شما استفاده می‌کردم من همیشه. الان میبایستی این آبم را بریزم توی کاپ شما و از اون استفاده کنم؟ میتونین این کار را بکنین؟ بله میتونین این کار را بکنین و میتونین همینجوری هم از شیر بخورین، برای اینکه اون دیگه اکسیژن نوزاد داره و یعنی اوزون داره و برای مصرف اینکه برای اینکه بتونیم ما معدمون رو ضد عفونی کنیم یکی از بهترین چیزاست. و فرمودید که میوه ها و سبزیجات هم را ضد عفونی میکنه. بله، یک بار شستن با اونها کافی است که با آب این اوزونیتر کافی که سبزی و میوه رو کاملا ضد عفونی کنه. یه دنیا ممنون از محبتتون. خواهش میکنم. خاطر خوب یادتون باشه. مرسی، شبتون بخیر. بفهمی رو خط هستید؟ سلام علیکم آقای یوسف، خسته نباشید. سلام، متشکرم. آقای یوسف، من چند مدتی است، یعنی تقریبا یه هفته است این پای چپم البته از داخل یک کم دردم میکنه، ولی صبح که میخوام از خواب بلند شم نصف شب خواب میره پای چپم، بعدم گاهی هم وزوز میکنه توش، یعنی مچ پام. حالا من نمیدونم این چی هست این پام، میشه راهنمایی کنید منو؟ بله چشم، بله خواهش میکنم. بله، من فکر میکنم که این علتش عصب، البته عصب سیاتیک که معمولاً، و خب این عصب پینچ شده، وقتی عصب پینچ میشه معمولا درده و بعدش هم یواش یواش یه نامنس و خواب رفتگی در حتی در قسمت‌های پا و حتی تا بعضی وقت‌ها تا اون نوک انگشت‌های پا هم میرسه. اینه که این به علتش من فکر کنم اینه، حتما شما به پزشک مراجعه کنیم ببینید علتش، شاید علتش دیسک‌های گرد کمرتون باشه که این کار رو کرده. معمولاً امارای گرفتن میتونه نشون بده که دیسکا در چه حالتی هستن و من فکر کنم احتمالاً از اونجا بعد باشه. بفرمایید رو خط هستید؟ الو بفرمایید. الو، سلام آقا. سلام دکتر. من یه مریضی برادر دادم داره که به اسم ویتیلیگو. بله. V-E بله بله میدونم چی میگیم. بله بله. این روی گردنش افتاده، روی صورتش افتاده و قبلا هم که آسم داشته. بله بله. میخواستم ببینم که چطور میتونیم که این دوایی دارین شما؟ این بیزر لک و پیس میمونه. بله بله بله، چشم براتون میگم. مرسی. یکی دیگه هم که یه سوال دیگه هم دارم که اگه اجازه بدین. بفرمید. آقای دکتر سلام عرض کردم. سلام بر شما، بفرمایید. من الان 14 ساله که سرم خیلی صدا میده، یعنی به خیال کنین 300 تا زنبور تو سرمه، حتی تلویزیون تماشا میکنم، حتی پامشم شب دستشویم میرم این شروع میکنه، یعنی همیشه نانستاب صدا میکنه. بعد نمیدونم چیکار کنم، یه وقتم گوشم سوت میکشه. آه، فشار خونتون بالا نیست؟ ناراحتی نداری؟ نه، فشار خونم الان تازه چک کردن 158 کلیگر کلیگستین ندارم، دایبتیک ندارم. فشارتون گفتین 158؟ فشار خونم نه، چربی. چربی خونه. آها، خب خیلی خوب. اوکی، از تلویزیون گوش کنی. چشم، مرسی. در مورد ویتیلیگو، همطوری که میدونین بیماری، یعنی بیماری پوستی، حالا از بازشو میذاریم، سفیدی میشه، سفید سفید میشه، یعنی پیگمنت ها از دست، پیگمنت ها از بین میرن و این هم واقعا یک بیماری هست که بازم میتونیم بگیم که مربوط به کبد هست. بنابراین با تمیز کردن کبد امکان این که این از بین بره هست و کمک کنه. ولی به هر صورت داروی من دارم، چون داروی دارم، هم کرمش رو دارم و همون خود معمولا از پیاز اونسول میگن که این پیاز اونسول خیلی خوب کار میکنه و
این بیماری رو از بین میبره. اینه که هم قرصش هست و هم کرمش، میتونین سفارش بدین بگیرین. در مورد سر و صدا که فرمودین روی سرتون هست و اینها، یه داروی هومیوپاتی هست که این معمولا خیلی کمک میکنه که این وزوز گوش و سر و صدای سر رو از بین ببره. به آفیس ما زنگ بزنین بگین دارو رو براتون بفرستن. میتونین بگین همون دارویی که برای وزوز گوش و سر هست. بفرمایید رو خط هستید؟ بله. بله بفرمایید. بله آقای دکتر؟ جانم. من می‌خواستم با آقای دکتر خوشبین صحبت کنم. بله خودم هستم، بفرمایید. سلام علیکم آقای دکتر. سلام باشه. من اکثر با چیز دارم نگاه می‌کنم، روی اینترنت نگاه می‌کنم، تلویزیون ندارم. بسیار. من می‌خواستم ببینم شما بومادرون چی هست؟ بومادرون اسمش یروه، یروه در انگلیسی بهش میگن یرو. بله یرو برای معده میگن خیلی خوبه. برای معده خوبه، برای منوپاز خیلی خوبه، برای خون ریزی خوبه، برای خیلی چیزا خوبه. بله برای معدم خوبه. برای معدم خوبه. بله آه. اون وقت این چیزی که شما فرمودین توی کلسیوم، توی کلسیوم دیگه نداره، اون اسمش چیه؟ اسمش هست ایپریفلاون. بله. سیمپتن؟ چی؟ That's سیمپتن، right? ایپریفلاون. ایپریفلاون. بله. یه فلاوونویدی، یکی از فلاوونویداست. کلسیوم دیگه درست به صورت قرص هست دیگه، به صورت چیز نیست. به صورت کپسول. نه، از این به بعد، از این به بعد به صورت بله قرص خواهیم داشت. آخه. چرا شما دوست ندارین؟ ناراحت میکنم، من همش کلسیم شما رو الان چند. نه نه نه، اون کلسیمش فرقی با هم نمیکنه، چه شما کپسولش رو بخورین چه قرصی بخورین به معدتون ناراحت نمیکنه، اون فرق نمیکنه. بده نمیده اون بچسبه؟ بعد نه نه نه، برای اینکه فرمولش یکیه، هیچ فرق نمیکنه و فوراً هم حل میشه در داخل آب، هیچ مسئله ای نیست. آها خیلی ممنون. خواهش میکنم، خدا نگهدار. بفرمایید. خواهش میکنم. درود بر شما آقای دکتر. درود بر شما. بفرمایید. فکر می‌کنم از برنامه‌تون آقای دکتر. من برنامه قبلیتون رو گوش می‌دادم، در مورد تینکچر سی صحبت می‌کردین. گفتن شنیدم چی گفتین، ولی مقدارش رو ذکر نکردین که چه مقدار بخوایم اینو ما درستش کنیم، چه مقدار سی در چه مقدار کنیاک باید ریخته بشه. بله چاش چاش. حبه دو حبه چند تا حبه سی اینو اگه توضیح بدین، بعد فرق نمی‌کنه تو کنیاک ریخته بشه یا توی ودکا. بعد از من نخواستم ببینم آقای دکتر این ترشحات پشت حلق یادم داره، دلیلش چیه؟ من دایجستیو انزایم میخورم، حتی هایدروکلوریک اسید هم میخورم، همین چیزی که باید بخورم اجرا میکنم، ولی بازم اینو دارم. من شنیدم که این مربوط به ریه ضعیف میشه، حالا نمیدونم چیکار میتونم براش بکنم که ریه رو قوی بکنم و یا آیا مربوط به چیز دیگه میشه. برای خیلی اذیتم میکنه این موضوع، اگه توضیح بدین ممنونتون میشم. مرسی. خواهش میکنم. بله برای درست کردن تینکچر سیر یا با کنیاک یا با ودکا همه اینا میتونید استفاده کنین و باید همیشه مقدار ودکا یا کنیاک 5 برابر مقدار سیر باشه. یعنی اگر شما 100 گرم سیر میریزین اون تو، 500 گرم باید کنیاک یا ودکا توش باشه و این باید نسبتش 1:5 باشه و اینو مخلوط میکنین و میذارین. البته اگه سیر رو تیکه تیکه بکنین و یا خوردش بکنین یا اینکه اسمشش بکنین خیلی بهتره، میریزین اون تو و میذارین برای مدت 15 روز بمونه. بعد از 15 روز میتونین استفاده بکنید و همونطوری گفتم صبح ناشتا خوردنش خیلی خوبه، برای اینکه میکروبای روده، میکروبای معده رو خیلی قشنگ میکشه و از بین میبره. ترشحات پشت حلق علتش میوکس درست کردن زیاد هست و آره ریه، چون که کار ریه به طور کلی کار ریه و پوست یه چیزه، اینا آب را در بدن به گردش در میاره، آب را اینفیوز میکنن، آب را اسپری میکنن به اصطلاح به قول معروف، و بنابراین وقتی که کارش خوب نتونه انجام بده یه مقدار اونجا چی میشه جمع میشه به صورت میوکس. یه دارویی هست به نام میوکو استاپ، اینو ما داریم، خیلی خیلی خوبه، اینو حتما بگیریم و من فکر کنم که یه هفته ای که بخوریم میبینید که این ترشحات کاملا از بین میره. و ضمن سعی کنید که چیزایی که میوکس زیاد تولید میکنه نخورید، مثل شیر و لبنیات کلا به اضافه نون گندم و اینها، نون گندم و جو هم باز میوکس ایجاد میکنه، اینا رو اگه حذفش بکنین خیلی خیلی بهتره.
خب یه تلفن دیگه ما بعد فقط میتونیم بگیریم. بفرمایید رو خط هستید. الو. بله جانم بفرمایید. سلام دکتر. سلام بر شما. زنده باشین. خیلی متشکرم. مرسی. واقعا درود بر شما. لطف دارید. مرسی. دکتر جان من سوال اولم اینه که این فلاسک آب شما رو که من دارم چند تا هستش؟ این موقعی که داشتم میرفتم مسافرت گذاشتم دمر گذاشتم روی حوله رفتم. حالا من سوالم که اومدم هم همونطوری بود یعنی هیچ آلودگی پیدا نکرده تقریبا با دوباره سرکه بزنم استفاده کنم یا نه هم... اگر اصلا آلودگی نداره احتیاج نداره آب همین توش آب بریزیم بتونیم بخوریم مثلا این بله چیزی اشکالی نداره بله دکتر این چای برزیلی که گفتین شما برای فانگس خوبه اسپلش هست پی از پال ای یو دی از باب نه نه دی از داد نه 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 داد دی از داد پو دارکو دی از بله دیگه مخبقیش بعد از دی ای بله آر آها آی او آر سی او او بله بله آر سی او بله دکتر سوال من این که من دوای فانگس شما رو استفاده میکنم هم میخورم هم روی ناخونم هنوز بعد از چند ماه میزنم میتونم اینم استفاده کنم 100 درصد بله اون داروی فانگسی که من به شما دادم که خوردنیه اون یه مقدار خودش پودارکو توش داره یه قسمتش پودارکو هستن ولی خب میتونیم یعنی احتیاجی نیست احتیاجی نیست ولی خب میتونیم بازم اگه بخوایم بخوریم هیچ مسئله ای نیست یعنی احیانا مثلا اگه خواستم بخورم مسئله ای نیست اصلا بله دکتر جان این روغن لونده رو من شما سو پرسیدم نه ببخشید روغن اورگانو رو بله. شما فراموش کردین جواب بدین آخ ببخشید این روغنشو من از آقای ترابی گرفتم میخواستم اینم روزی چجوری چند قطعه تو آب بریزم بخورم و چند بار بله بله استفاده بکنم چشم خواهش میکنم مرسی بله خیلی هم ممنونم نباشید واقعا مرسی بله روغن اورگانو میدونین که یه روغن خیلی خوبیه مثل برای چون که دیسینفکت میکنه و میکروبا رو از بین میبره فقط دو قطره کافی است که شما در داخل آب بریزین و این رو استفاده کنین سه بار در روز دو سه قطره کافی کاملا و یا اینکه اگر که مثلا اگر یه قسمتی حتی توی دستتون نمیدونم فانگس چیزاتون میتونین با کیوتیپ روی اون فانگس حتی بزنین شما اینو خب برنامه ما تمام شد ان شاء الله تا هفته دیگه در خدمتتون باشم روز روزگار به همه شما خوش شما و کارشناسان سه شنبه 9 شب دکتر سهراب خوشبین پاسخگوی سوالات شما در امر تندرستی سه شنبه ها 9 شب